بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما هستم. پوزش میخواهم که در 2 هفته گذشته با شما نبودم و به ناچار برنامه های دیگری رو همکاران بازپخش کردند و اینک که بار دیگر در خانه شما، خلوت شما هستم. امیدوار هستم که برنامه خوبی رو امروز با هم داشته باشیم. به شهادت این همه سال که من با شما بودم و با شما گفتگو داشتم، در این برنامه های تلویزیونی و در کارهای دیگری که انجام میدهم همواره کوشیدم که چند چیز رو رعایت کنم. نخست این که بی جهت نام افراد رو نیاورم، یعنی آنچه رو که در داوری آدم ها به روی تلویزیون می آید، در رادیو می آید یا به روی کاغذ می آید، اونها رو با شما در میان بگذارم و اونها رو به نقد بکشم و کمتر به افراد بپردازم. دو دیگر این که کوشش کردم در این سالها، چه در برنامه های یک کلمه و چه در برنامه برگی از تاریخ، جانب انصاف رو رعایت کنم، یعنی در بررسی تاریخ یک نوع انصاف داشته باشم. اون جایی که باید درباره کسانی که من از نقطه نظر دیدگاهی با اونها مخالف هستم باید با زبان ستایش از اونها یاد کرد، آنگونه یاد کنم. آنجایی که باید خورده گرفت، خورده بگیرم. شما نیک میدانید که من به عنوان یک انسانی که هوادار یک ساختار جمهوری خواهانه در ایران هستم و دکتر محمد مصدق و میراث او رو ارج میگذارم و آینده نگر هستم، چندان سر مهری با ساختار پادشاهی در ایران و دوران پهلوی ندارم. جدا از اینکه پدر من سالها در بارها در زندان رژیم گذشته بوده و خود من هم در دوران جوانی در شمار مخالف دانشجویان مخالف رژیم گذشته بودم، جدا از اون نقدهای بسیاری به دوران رضا شاه و محمد رضا شاه دارم و با این همه شما گواهید، میدانید که در بررسی های تاریخی من همواره جانب انصاف رو نگه داشتم. به بسیاری از کارهای رضا شاه خورده گرفتم و بسیاری از کارهای او رو ستودم. تیمورتاش رو در جایی که باید به نقد کشیدم و در جایی که شایسته است ستایش کردم. از بسیاری از کارهای محمد رضا شاه خورده گرفتم و کارهایی که در دوران محمد رضا شاه انجام شده و به داوری من کارهای نیکی بوده اونها رو ستودم. اما به نظر می آید که در میان جبهه ای از مخالفان زنده یاد محمد مصدق هیچ جای انصاف وجود نداره و هر بار که اینها درباره مصدق صحبت می کنند انسان گمان می کنه که محمد مصدق به تنهایی به تمام اعضای خانواده اینها تجاوز کرده، مال اینها رو دزدیده، آدم های اینها رو کتک زده و باید اینها با کینه درباره مصدق سخن میگویند. ذره انصاف در وجود اینها نیست. جنبه دیگری که من کوشش کردم در این سالها به کار گیرم و در این برنامه ها شما گواه اون هستید، گواهان اون هستید، این است که هیچ چیزی رو بدون سند در برابر شما قرار ندهم و هر سخنی که میگویم بر پای یک بررسی و پژوهش و داوری هایی باشد که ریشه در تاریخ و راستی های امروز جامعه ایران دارد. امروز می خواهم از یکی از رفتارهایی که در این سالها در پیش گرفته هم اندکی فاصله بگیرم، زاویه به وجود بیاورم و اون هم نام آوردن از افراد است. دلیل آن همین است که آدمی رو که من از اون سخن میگویم امروز، به راستی تا 2 روز پیش احترام ویژه‌ای برای ایشان قائل بودم. آدمی هستند از به هر حال پرورده شدگان در دوران محمد رضا شاه پهلوی، از کسانی که جزو مشاوران بلندپایه دربار بودند یا دفتر شاهزاده شهبانو بودند یا خانم فرع پهلوی و کارشناس برجسته نفتی به شمار می آیند و آدم با دانشی هستند و بارها هم در این تلویزیون، در همین تلویزیون اندیشه، گروهی از همکاران من در این تلویزیون با ایشان گفتگوهایی داشتند و من
بسیار به ایشان احترام میگذاشتم و میگذارم و همواره بر این باور بودم که ایشان آدم فرهیخته و با دانش و با انصافی است و داوری ها رو که انجام میدهد داوری های بی پایه مانند برخی از این آدم های ببخشید چاک دهن بریده و گشاده نیستند و آدمی است که سخن بی پایه کمتر به زبان می آورد یا دست کم با اینکه ما می دانیم که یعنی من می دانم که از سمت و سوی دیگری از این چهار سوی سیاست به دنیا نگاه می کند دست کم من می توانم برایشان احترام قائل باشم. این انتخابات آمریکا و این بیماری که آقای ترامپ به دنیای سیاست جهان وارد کرد یک کزازی بود، نمیدونم چه نوع بیماری بود که وارد کرد، ایرانی های فریختار هم دیوانه کرده. به راستی باید گفت این ترامپیزم یا این علاقمندی به ترامپ و این بددهنی های آقای ترامپ که گویا به نظر میرسد ایشان هر چه بگویند هیچ پایانی نخواهد داشت، هیچ واکنشی مردم در برابر او نخواهد داشت، برخی از ایرانی های بسیار فرهیخته رو که من با دیدگاه های سیاسی اونها کاملا در سوی دیگری ایستادم اونها رو هم به نظر می آید که زنجیر گسسته کرده. از جمله این انسان فرهیخته که درباره صحبت کردم، آدمی که من تا به امروز دیدار با او نداشتم ولی در این برنامه ها گاه برنامه هایشان رو شنیدم و دیدم، آقای دکتر رضا تقی‌زاده، باشنده یکی از کشورهای اروپا، بارها در این برنامه در این تلویزیون و تلویزیون های دیگر گفتگو داشته. دو روز پیش ایشان در یکی از برنامه های تلویزیونی که برگزار کننده این برنامه واقعا شیفته این است که آدم هایی رو بیاورد و اینها به جان مصدق بیفتن، یک بار ایشان زنجیر گسست دو روز پیش و حرف هایی رو زد که من شایسته جایگاه و رفتار ایشان نمیدانم. ایشان حق دارند که به مصدق خورده بگیرند ولی بهره برداری از واژه‌ای مانندی که مصدق دروغ میگفت، مصدق دیکتاتور بود، مصدق چیزهایی مانند حالا شیاد رو به کار نبردن، ولی در همین حدود شایسته آدمی مانند آقای تقی‌زاده نیست و من امروز میخواهم به ایشان پاسخ بدم و ایشان رو به چالش بکشم و هر زمانی که ایشان علاقمند باشند در یک محیط دوستانه و سالم حاضرم با ایشان به گفتگوی تلویزیونی بنشینم و نشان بدهم که تا چند اندازه سخنان ایشان بیپا، بیمایه و بدور از راستی است و بدور از شخصیت آدمی مانند آقای تقی‌زاده است. ایشان انسان با دانشی هستند ولی در این برنامه این که میگویم زنجیر گسستند، به راستی زنجیر گسستند، خورده میگیرند، میگویند که اینها که طرفدار مصدق هستند یا کسانی که بر روی آدم هایی مانند شاید بنده هم، اینها آدم هایی هستند که فراموش کردند که این آیت الله خمینی هنگامی که در خانه ای که در جایی که نماز میخوان در پشت بامش افسران رو مردم رو اعدام میکردند و چیزهایی از این دست. جناب تقی‌زاده، شما چند سال است که این رو دریافتید؟ تا 10 سال پیش شما به عنوان مشاور امور نفتی به ایران رفت و آمد داشتید. 10 سال گذشته است که دریافتید که در پشت بام مدرسه علوی یا رفاه آدم اعدام میکردند. در این سالهایی که شما میرفتید ایران و میآمدید، حکومت جمهوری اسلامی زاده شخصیت آیت الله خمینی نبود. چرا رفتاری رو که میکردید این باره فراموش میکنید و به دیگران خورده میگیرید؟ من خوشبختانه با این اعتماد به نفس این سخن رو با شما میگویم، چون از پیش از انقلاب، پیش از برافتادن رژیم پادشاهی، مخالف آیت الله خمینی و رژیم اسلامی بودم و همه میدانند که من از شمار هواداران دولت زنده یاد بختیار بودم و در نتیجه هیچ اتهامی در این زمینه به من نخواهد چسبید. اما چرا این موضوع رو ارتباط میدهید به زنده یاد مصدق یا به جبهه ملی یا به مخالفان رژیم پادشاهی، کسانی که نقد میکنند به گرفتاری هایی که در دوران نظام پادشاهی وجود داشته؟ همه اینها
اینها همه تعریف کنندگان و پشتیبانان نظام جمهوری اسلامی هستند؟ مگر خود شما در این سالها تا 10 سال پیش دست کم که من آگاهی دارم رفت و آمد نداشتید، دنبال معاملات با ایران نبودید، این معاملات رو میخواستید با آدمهایی در ایران انجام بدهید که ربطی به جمهوری اسلامی ندارند؟ خب دوست گرامی، دوست نادیده، هم میهن گرامی، کسی به شما نمیتواند خورده بگیرد که چنین کردید، این کاری بود که انجام دادید، ولی گریبان دیگران رو در راستای کاری که خود شما بیشتر از دیگران به اون آلوده بودید نگیرید، راستگو با خودتون باشید. اما برگردیم به زنجیر گسستن ایشان و سخنانی که ایشان بدون مایه و پایه و بدون آگاهی از تاریخ شاید از روی خشم به زبان آوردند. جالب اینجاست که در این گفتگوی تلویزیونی حتی به برنامه ساز تلویزیون هم اجازه نمیدادند که سخنان ایشان را قطع کنند و از ایشان بپرسند. آنچنان هیجان زده بودند که یک بار بر واقع نیم ساعت تمام، من ندیدم برنامه رو پیشتر تا اینکه دوستانی زنگ زدن و دیشب و بامداد امروز این برنامه رو نگاه کردم و به راستی افسرده شدم که آقای تقی‌زاده، شما که آدم فرهیخته و با دانشی هستید، شما هم با این زبان درباره تاریخ سخن میگویید، حیف نیست آدمهایی مانند شما هم زبان بشوند با ناسزاگویانی که پیشینه اونها رو ما میدانیم؟ شما آدم با دانشی هستید، پیشینه بر روی روشنی دارید. میگویید که دکتر مصدق دروغ میگفت. میگویید مصدق اسکناس رو به طور غیرقانونی چاپ میکرد. اینا رو خوندید، احتمالاً از کتاب همون آقایی که من بهش نقل کردم خوندید. میگویید که همه دوستان و یاران خودش رو از پیرامون خودش پراکند. میگویید که مصدق دیکتاتور بود. برای من شگفت‌آور هست شمایی که سالهای درازی با دربار پهلوی رابطه داشتید محمد رضا شاه رو دیکتاتور نمی‌دانید، ولی مصدق رو به دلیل انحلال مجلس دیکتاتور می‌خوانید. مصدق مجلس رو 10 روز پیش از کودتای 28 مرداد منحل کرد. محمد رضا شاه 25 سال دیکتاتور بود. اون آدم قابل ستایش است، ولی این رفتار 10 روز پایانی مصدق رو دیکتاتور میکند. این واژه ها رو با چه پای و مایه تاریخی به کار میگیرید؟ چرا به تاریخ رفتار ریاکارانه میکنید، دروغ میگویید؟ با تاریخ صادق باشید. من در این برنامه و در هفته های آینده به هر هزینه ای که باشد، هر هزینه ای که برای من در این تلویزیون داشته باشد، به این نوع سخنان پاسخ خواهم داد و یک یک سخنانی که ایشان و دیگر کسان در این رسانه و رسانه های دیگر به دروغ درباره زنده یاد محمد مصدق گفتن رو آشکار میکنم با اسناد، بدون اینکه بخوام به کسی اتهام بزنم. نخستین اتهامی که آقای تقی‌زاده به زنده یاد محمد مصدق میزنند در این برنامه ها، در این برنامه ویژه، و دیگران همین رو بارها ادعا کردن، این است که مصدق مجلس شورای ملی رو که انتخاباتش رو خودش سازمان داده بود، یعنی در دوران نخست وزیری او بود که مجلس 17 گشایش یافت و انتخابات مجلس 17 انجام شد، مجلس 17 رو تعطیل کرد. چرا تعطیل کرد؟ چون بیمناک از این بود که نه شاید مجلس 17 او رو استیضاح بکنه و او رو از کار برکنار بکنه، و به همین دلیل هم از یاران خودش میخواست که مجلس رو از حد نصاب بیاندازن. آقای تقی‌زاده، شمایی که کارشناس و دکتر هستید، یک برگ سند در پشتیبانی از این سخنان فرومایه خودتون به من بنمایانید. میگویم فرومایه برای اینکه شما وقتی با تاریخ بازی میکنید و به مردم ناراست میگویید، این رفتار فرومایه است. مجلس رو مصدق از حد نصاب نمیانداخت، طرفداران دربار از حد نصاب انداختند. راستی این است که پس از ماجرای نو اسفند
و گرفتاری هایی که میان شاه و مصدق ایجاد شده بود، آمدن و یک هیئت 8 نفره درست کردند. این هیئت 8 نفره بنا بود که بیاید و بررسی کند در دعوای میان مصدق و دربار حقوق ویژه‌ای که مصدق درخواست کرده آیا میتوان به مصدق واگذار کرد، مانند اینکه وزارت یعنی انتخاب وزیر دفاع رو هم در دست داشته باشه و سرپرستی ارتش هم در دست او باشه، یا شاه در این زمینه بر پایه قانون اساسی همه کار است. اومدن یک هیئت 8 نفر انتخاب کردن. در این هیئت 8 نفره 3 نفر نمایندگان هوادار دربار بودند، 3 نفر از فراکسیون نهضت ملی انتخاب شدند و 2 نفر هم به عنوان افراد بی‌طرف. این هیئت 8 نفره نشست و برخاست کرد و سپس با 7 رأی، چون بقایی از شرکت در این نشست پس از مدتی خودداری کرد، چون یک بام و دو هوا میرن، ماجرای بقایی داستان جداگانه است، به اتفاق آرا تصویب کرد که در این ماجرا شاه تنها دارای حقوق تشریفاتی است و قانون اساسی ایران حقوق رو به نخست وزیر واگذار کرده و بنا بود که مجلس این ماده واحده تصمیم هیئت 8 نفره رو تصویب کنه. هواداران دربار مجلس رو به این دلیل از حد نصاب می انداختند که مبادا این ماده واحده تصویب بشود. در هیچ کجا مصدق مخالف تشکیل نشست مجلس نبود، بارها تقاضا کرد نوشتاری و گفتاری از شاه که اگر این مجلس نمیتواند تشکیل بشود، جلوی حد نصاب رو میگیرند، مجلس رو اعلی حضرت منحل کنید و ما انتخابات تازه‌ای رو انجام بدهیم. مجلس در این دوران چند جلسه بیشتر نداشت، از جمله یکی از اون نشست‌ها نشستی بود که خیلی سریع زود آقای مکی رو به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اسکناس انتخاب کردند تا بر به گفته ایشان کار غیرقانونی مصدق در انتشار اسکناس نظارت کنند. ولی دیگر نشست‌های مجلس رو نمایندگان طرفدار دربار از حد نصاب می‌انداختند. آقای تقی‌زاده، مجلس می‌توانست تقاضای فراموش کنید استیضاح رو، مجلس می‌توانست با تشکیل جلسه با رأی 51% از شاه درخواست کند که مصدق رو از کار برکنار کنند و انتخابات تازه انجام بدهند. مجلس چنین نکرد، چون چنین رأیی رو نداشتند و مجلس رو از حد نصاب انداختند. جناب تقی‌زاده، تاریخ رو درست بخوانید و درست بازگو کنید، با جوانان ایران راستگو باشید، نگویید که مصدق مجلس رو از حد نصاب انداخت چون میترسید که استیضاح بشود. مصدق خواهان برگزاری نشست مجلس بود، برای اینکه مجلس بنا بود به این ماده واحده هیئت 8 نفره رأی بدهد و مجلس برای ماهای درازی تشکیل نمیشد، به دلیل اینکه مجلس رو از حد نصاب میانداختند، میرفتند در راه رو و جلوگیری میکردند از برگزاری نشست مجلس. و این تصمیم مصدق برای انحلال مجلس که به نظر من تصمیم درستی نبود، یعنی رفراندوم از نظر سیاسی تصمیم درستی نبود، قانونی این حق رو داشت، از نظر سیاسی درست نبود، این تصمیم رو پس از اینکه مجلسی وجود نمی داشت عملا و شاه حاضر نبود این مجلس رو تعطیل بکنه، از این روی اتفاق افتاد. این مصدق رو دیکتاتور میکنه، یعنی به دلیل اینکه مصدق نمیتواند مجلسی نشستی تشکیل بدهد که به رأی به اتفاق آرای هیئت 8 نفره نمایندگان مجلس رسیدگی بکنند. من هفته آینده این ماده واحده رو خواهم خواند و نشست های مجلس رو یک به یک از اسفند 1331 تا 28 مرداد یک به یک برای شما توضیح خواهم داد، یک به یک نشست های مجلس رو، که نشان بدهم که این موضوع که مصدق از استیضاح خودش بیمناک بود یک دروغ تاریخی است، ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی کودتاچیان 28 مرداد است که ساختند، پرداختند و امروز آدم فرهیخته مانند آقای تقی‌زاده باید این سخنان رو تکرار بکنه. به راستی شگفت‌آور است، ایشان آدم با دانش و اروپانشین و
درس خوانده و هوادار حقوق و هوادار قوانین و هوادار مسائلی از این دست، باید با چنین زبانی درباره مصدق صحبت بکنه. امیدوارم من به سن ایشان که برسم گرفتار چنین حواس پرتی نشوم، شاید هم بشوم، که تاریخ رو اینگونه وارونه کنم و در اختیار هم میهنان قرار بدهم. شما به من سند نشان بدهید، یک سند، که مصدق به دلیل بیم و حراس از استیضاح نمیخواست مجلس تشکیل بده بشود، تا من به شما نشان بدهم بارها و بارها که کوشش کردند برای اینکه مجلس تشکیل جلسه بدهد و کسانی که جلوگیری کردند از تشکیل نشست مجلس، از جمله همین بقایی که هواداران در نشست مجلس نماینده‌ای رو که از کرمان به جای انتخاب شده بود در صحن مجلس کتک زدند و مجلس رو تعطیل کردند. مجلس عملا پس از 9 اسفند عملا وجود نمی داشت. ناراستی دیگری که جناب تقی‌زاده خیلی راحت در برابر هم میهنان قرار می دهند و می گویند آقا، این عبارت ایشان است، این آقای مصدق دروغ می گفت، دروغ می گفت. میگوین که چند ماه پیش از حالا ایشون میگن کودتا نه، ولی رویداد 1332 28 مرداد، در سال 1331 مصدق شاه رو وادار به ترک مجلس کرد، ترک ایران کرده بود، و ظاهرا به بهانه این که میخواهد با شاه پیش از دیدار خداحافظی بکند رفته بود به طرف کاخ و حتی موفق نشده بود به دیدار شاه، و پیش از رسیدن به کاخ شاه دیده بود جمعیت زیاد است، فرار کرده بود و به خانه خودش آمده بود. آقای تقی‌زاده اندکی تاریخ بخوانید، رویدادهای اون زمان در روزنامه های اون زمان، فراموش کنید پژوهش های تاریخی رو، آمده ثبت شده مصدق با $10,000 پول و پاسپورت شاه و ثریا به کاخ رفت. اصلا بدون این پاسپورت ها شاه نمیتونست مملکت رو ترک کنه. یادداشت های علا وزیر دربار در این است که مصدق با ترک ایران از سوی شاه مخالف بود و میگفت تنها ثریا برود، شاه بماند. برگردید به تلگراف های وزارت امور خارجه آمریکا، شاه در 9 اسفند اون ماجرا اتفاق افتاد، ماجرای معروف 9 اسفند، شاه در 7 اسفند دو روز پیش از ماجرای نوسفند، هنگامی که علا وزیر دربار برای خوردن نهار رفته بود پیش وزیر ببخشید سفیر ایالات متحده هندرسون و سفیر ایالات متحده آمریکا در سفارت اون کشور، شاه به علا زنگ زده، در اون هنگام که البته تلفن همراه نبود، به سفارت زنگ زده، چون وزیر دربار صبحانه نهار شام رو هم در سفارت میخورد و رفیق گرما به گلستان هندرسون بود، من فکر کنم گاهی هم شاید شبها اونجا میخوابیده، حالا این رو به شوخی میگویم. شاه میدانست که علاوه برای دیدن هندرسون به سفارت رفته. این شاهی که به دروغ شما میگویید که مصدق وادار کرده بود از کشور خارج بشود، در این گزارش تلفنی که هندرسون که دوست مصدق هم نبود به وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا فرستاده در شامگاه همان روز، میگوید که هنگامی که ما نهار میخوردیم با علا و علا آمده بود که آقا یک کاری کنید شاه نرود، میگوید که شاه تلفن زد، شاه به علا گفته و علا این رو به هندرسون گزارش داده که آقا مبادا آقای هندرسون به کسی بگوید که من کشور رو دارم ترک میکنم، به همه بگویی که من برای اسکی دارم میروم به سوئیس و اسپانیا، به روزنامه های غربی هم بگویید که این رو پخش کنند. که اندرسون میگوید که آقا اعلیحضرت متوجه نیستن، روزنامه های غربی در اختیار ما نیستن. سپس شاه به علا میگوید که مبادا، خوب گوش کنید آقای تقی‌زاده، جدا گوشتون رو دقیق باز کنید، اندرسون گزارش به وزارت امور خارجه آمریکا داده 2 روز پیش از 9 اسفند که شاه به علا گفته به اندرسون بگویید که مبادا خبر سفر من به خارج آشکار بشود، چون نیروهایی ممکن است از سفر من جلوگیری کنند، من میخواهم سفر کنم به خارج.
این رو مصدق سازمان داده. مصدق در نیمه روز ششم اسفند با شاه نهار خورده و سرانجام پذیرفته که شاه از ایران به درخواست شاه خارج بشود. نخست اصرار کرده که فقط اولیا حضرت از کشور بروند برای بیماری، ولی شاه بماند، ولی پذیرفته و سپس پذیرفته رفته از حساب شخصی خودش، چون دولت نمیتوانسته به سرعت 10,000 دلار فراهم کنه، از حساب شخصی خودش وام گرفته یعنی در واقع که دولت بعداً به او پرداخت کنه 10,000 دلار همراه با پاسپورت برای اعلی حضرت آورده. اون زمان هم این پاسپورت ها رو به طور ویژه صادر میکردن و رفته به سفارت. هنگامی که به سفارت رسیده بر پایه گزارش وزیر امور خارجه آمریکا و گزارش 7 نفر دیگر و خود مصدق و علا، هنگامی که به کاخ رسیده، دروغی که آقای تقی‌زاده میگویند که اصلا پاشو به کاخ نگذاشته، هنگامی که به کاخ رسیده دیده که هندرسون در اونجاست و با شاه دیدار داره و هندرسون آمده که شاه رو قانع کنه که از کشور خارج نشود. و همون زمان است که نامه‌ای فرستادن برای کاشانی و کاشانی و افسران ناراضی مردم رو به خیابان ریختن به بهانه اینکه شاه می‌خواهد، ببخشید مصدق می‌خواهد شاه را از ایران خارج بکنه، که دروغ تاریخی بوده. و یکی از افسردگی‌های مصدق از رفتار شاه هم در این بوده که این سخن دروغ رو شاه سپس در نامه‌ای به کاشانی تکرار می‌کنه. هم شاه می‌دانسته که مصدق عامل خروج و از ایران نیست و هم هندرسون میدانسته. تمام اسناد وزارت امور خارجه آمریکا که در دست ماست و آقای تقی‌زاده که انگلیسی خوب هم بلد هستند میتوانند بخوانند، ببینند این گزارش ها گواه بر این است که مصدق مخالف خروج شاه از ایران بوده. سفیر ایالات متحده آمریکا میکوشیده شاه را قانع کنه از ایران خارج نشود. اینها رو فراموش کنید، برید به سراغ خاطرات ثریا. میگوید که شاه همیشه چمدان بسته بود از ایران خارج بشود و در اون زمانی که در پیش از 9 اسفند شاه تصمیم گرفت از ایران خارج بشود، ثریا میگوید که رنج در نزدیک دالاس خریده بود و میخواست من بروم با خواهرانش و مادرش در اونجا زندگی بکنم. سفر تصمیم گرفته بود شاه در این زمینه، حتی برنامه داشت برای دیدن یک پزشکی در سوئیس برای اینکه موضوع نازایی ثریا رو شاید بتوانند حل کنند، ولیعهد پیدا بکنه. اینها رو مصدق برنامه‌ریزی کرده بود. آخر چرا با تاریخ دروغ میگویید؟ چرا ناراستی رو مخالف سیاست‌های مصدق هستید؟ بگویید. بگویید در زمینه ملی شدن صنعت نفت مصدق به بیراه رفت. بگویید نظرتون هست. بگویید مصدق نباید نفت رو ملی میکرد. بگویید نباید با انگلستان در میافتاد. نباید چنین و چنان میکرد. اما در مورد رویداد خارج شدن شاه از ایران چرا با مردم ناراستگویی میکنید؟ چرا یک وارونه نویسی تاریخی رو به عنوان حقیقت در برابر مردم قرار می دهید و به این بگویید نقد به تاریخ؟ و آدمی که دارای درجه دکترا از یک دانشگاه معتبر است، انسان فرهیخته است، آدم دانایی است، انسانی است که من برای ایشان احترام قائل بوده و هنوز هم هستم، چرا باید با این زبان با مردم ناراستگو باشم و این نوع اندیشه های نادرست رو در میان مردم بگذارند؟ مصدق شاه رو بر نینگیخته بود که از ایران خارج بشود. شاه میخواست از ایران خارج بشود. یادداشت‌های علا که اینک در دست ماست، وزیر دربار به خط خود او میگوید که خدا رو شاهد میگیرم که مصدق خواهان رفتن شاه از ایران نبود و بسیار دیگر این رو میگویند. مصدق یک انسان وفادار طرفدار مشروطه پادشاهی بود، زیر بار جمهوری نمی رفت، طرفدار پادشاه مشروطه بود و نمی خواست حتی با فشار کسانی که در پیرامون او بودند مانند فاطمی و دیگران که شاید گرایش جمهوری داشتند، زیر بار این موضوع نمی رفت. وفادار بود به اعلی حضرت. حتی در دفاعیات دادگاه نظامی هم از شاه به عنوان اعلی حضرت یاد می کنه. با احترام انسانی بود وفادار به این ساختار و خیلی ها به او خورده میگیرند که چرا تا این اندازه وفادار بود، شاید بهتر بود که وفادار نباشه، ولی وفادار بود. من در خردسالی به یاد دارم چند باری که با مصدق همراه پدرم دیدار کردم، به دلیلی که پدرم من وکیل شخصی او در مورد موقوفات نجمیه و کارهای دیگر بود،
هنوز هم چیزی مانند جمهوری و پایان پادشاهی از زبان او خارج نمی شود. مردی بود وفادار به نظام پادشاهی مشروطه، مانند بسیاری از مشروط خواهان ایران. اما بازگردیم به این نکته، هیچ سندی رو شما نمیتوانید بیابید که مصدق به دلیل اینکه میترسید بی محراس داشت که استیضاح بشود مجلس رو منحل کرد و یا پیش از اون خواهان بیرون رفتن شاه از ایران بود و یا این دروغ که دروغ آشکار که اصلا پای او به کاخ نرسید، در حالی که میدانیم نه تنها در به کاخ رسید بلکه از در کناری کاخ از اون کنار او رو بیرون راندند و بیرون بردند و جان خودش رو خلاص کرد و دست دار دسته شعبان جعفری که در اون هنگام دیگر شاهی شده بود، چون کاشانی طرفدار شاه شده بود، ریختن و میخواستن خانه مصدق رو در اون روز ویران بکنند که رئیس شهربانی اون زمان که بعدها کشتند او رو، افشارتوس، جلوگیری کرد و جان مصدق رو نجات داد، وگرنه رویداد 28 مرداد رو روز 9 اسفند انجام میدادند. و همه اینها اسنادش امروز موجود هست در یادمانده ها، در اسناد، در گزارش های تازه منتشر شده سازمان سیا، که اینها رو دیگه شما میتوانید اعتماد کنید. این گزارش های رسمی سازمان سیا است که منتشر شده و در مورد رویدادهای پس از 9 اسفند دارای گواهی های بسیار بسیار جالبی است. من هفته آینده و هفته های آینده به درازا به تمام این زمینه ها خواهم پرداخت. به شما وعده دادم که در این برنامه و هفته های آینده به جنبه های گوناگون ناراستگویی هایی که از سوی ایشان آقای تغییرزاده و همچنین دو نفر دیگر که در این برنامه ها درباره دوران مصدق و 28 مرداد به یکباره تب اونها نوبه شده خواهم پرداخت. یکی از این داستان ها که آقای تغییرزاده به اون اشاره می کنند ماجرای این است که مصدق محرمانه اسکناس غیرقانونی چاپ کرد در ایران و هیچ بهایی به اسناد نمیداد و به طور غیرقانونی اسکناس چاپ کرده بود. ببینید یک لحظه تصور کنید که وقتی میگن اسکناس غیرقانونی چاپ کرد، فکر کنید که در زیر زمین خانه مصدق یا در یک بخشی از احمد آباد نشسته بودند و اسکناس چاپ میکردند، یه ماشین چاپ گذاشته بودند و مواد رو خریده بودن، دوات و غیره، و اسکناس چاپ میکردن. خب اینا به ویژه برای آدمی مانند آقای تغییرزاده که با فرهنگ مدرن آشنا هستند باید قابل درنگ باشه. یعنی چی چاپ غیرقانونی اسکناس؟ یعنی ایشون نشسته بودن به طور غیرقانونی اسکناس چاپ میکردن. در کتاب سوداگری با تاریخ از صفحه 530 من به این افسانه چاپ غیرقانونی اسکناس پرداختم. ماجرای چاپ اسکناس در ایران یک ماده قانونی است. یعنی در ایران بر پایه مصوبات مجلس یک گروهی از دولتیان، چند نماینده مجلس و چند نفر که از سوی نخست وزیر برگزیده می شود در هر دوره، اینها کمیسیون نظارت بر چاپ اسکناس بودند و این کمیسیون نظارت چاپ اسکناس هم 20 سال پیش از آغاز نخست وزیری مصدق امتیاز چاپ اسکناس رو به بانک ملی ایران داده بود. می خونم این همین رو: مجلس از 20 سال پیشتر پروانه چاپ اسکناس را به بانک ملی واگذار کرده بود و آن بانک بر پایه آیین‌های از پیش نوشته شده و سرپرستی کمیسیون نظارت چاپ اسکناس را به چاپخانه‌ای در خارج از ایران سفارش می‌داد. این چاپخانه خارج از ایران اتفاقا در لندن هست، چون آقای تغییرزاده هم در گمان می‌کنم در لندن باشن. این کمپانی هریسون اند سانز لیمیتد هستش. اسکناس‌های ایران رو این کمپانی، این شرکت بریتانیایی چاپ میکرد. ربطی هم به مصدق ندارد، وابستگی هم نشان نمیدهد. از دوره رضا شاه در واقع اسکناس های ایران رو در لندن چاپ میکردن و زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکا، ببخشید بریتانیا،
یعنی ساختار خزانه داری بریتانیا، چون بسیاری از اسکناس های کشورهای دیگر در بریتانیا به چاپ رسیدن، موظف بود که بازرسی کنه، نظارت داشته باشه که مبادا این شرکت هریسون اند سانز لیمیتد شماری بیشتری اسکناس چاپ کنه. یعنی باید دولتی که دستور این اسکناس رو میداد، چاپ اسکناس رو میداد، اسناد مربوط به میزان چاپ اسکناس رو در اختیار این شرکت و خزانه داری بریتانیا قرار میداد و خزانه داری بریتانیا بر پایه بسیاری از برنامه هایی که پیچیده هم بود نظارت میکرد که این میزان اسکناس همان باشد و بیش از اون هم به چاپ نرسد و قانونی به چاپ برسد. بنابراین این نبود که یک شب مصدق به قول ایشان یا به قول دیگران زیر پتو نشسته بود گفت بیایید و مقداری اسکناس چاپ کنیم غیر قانونی، و بعد رفتند و مقداری اسکناس چاپ کردند. آخه جناب تقی‌زاده گرامی، شما که آدم با فرهنگی هستید، با فرهنگ اروپایی و بریتانیا آشنا هستید، جدا فکر میکنید که اسکناس رو میتوان همین گونه بی پروانه به چاپ رساند در اون دوران؟ نخیر، این اسکناس رو کمیسیون نظارت بر چاپ اسکناس، که کمیسیونی بود که مصدق تنها یک رأی در اون داشت، این رو تصویب کردن. این کمیسیون قانونی نظارت چاپ اسکناس در برگیرنده دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور، خزانه دار کل، وزیر دارایی و یکی از وزرا بود. این کمیسیون نظارت بر چاپ اسکناس بود. غلام حسین مصدق و احمد خان مصدق و خانم همسر مصدق و نوه مصدق عضو کمیسیون نبودند. این کمیسیون دو نماینده مجلس داشت که مجلس انتخاب میکرد هر دو سال یک بار. دادستان کل کشور عضو این کمیسیون بود، خزانه‌دار کل، وزیر دارایی و یکی دیگر از وزرا که به نوبه تقسیم میشد، اینها در اون کمیسیون بودند. سند من کجاست؟ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران شماره 1765، صورت مشروع مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 10 اسفند 1329، گزارش عبدالباقی شاهی کفیل وزارت دارایی دولت رزمارا به مجلس هنگام تقدیم و مذاکره در فوریت لایحه اجازه انتشار اسکناس. این اسنادی است که امروز میبخشید در دست ماست، اسنادی که ساخته و پرداخته بنده نیست. بر پای این اسناد حسین مکی به جای یکی از افرادی که در اون کمیسیون بود، به یعنی دو نفر، به رأی مجلس حسین مکی با 41 رأی و سید علی اکبر موسوی‌زاده با 36 رأی، برای دو جای خالی که از سوی نمایندگان مجلس در اون کمیسیون بود، در روز 18 تیر ماه 1332 در مجلس 17 انتخاب شدند. خوب نگاه کنید، این مجلسی است که آقای تقی‌زاده گفته بود که مصدق جلوگیری میکرد که تشکیل بشود برای اینکه میتوانستن مصدق رو استیضاح کنند. بنابراین مجلس رو از رأی میانداخت که مبادا مجلس تشکیل بشود. کودتا کی انجام شده؟ کودتا اول 25 مرداد، دوم در 28 مرداد. مصدق در 28 مرداد بر افتاده. جدا از اینکه کودتا قیام ملی اصلا مردم میهن پرست ایران ریختن و مصدق انداختن، مهم نیست. بالاخره در 28 مرداد دولت مصدق به پایان رسیده. در روز، بازم تکرار میکنم، در روز 18 تیر ماه 1331، 18 تیر ماه 1332، یعنی 20 روز پیش از رفراندوم برای انحلال مجلس، مجلس تشکیل جلسه داده. مجلس حد نصاب داشته. بنابراین جناب تقی‌زاده، مجلسی که در روز 18 تیر ماه 1332 تشکیل جلسه داده، می توانسته
مصدق رو استیضاح کنه. مجلس تشکیل شده. 18 تیر ماه 1332، 30 روز پیش از برانداختن مصدق، در مجلس 17 با آقای ناصر قلی اردلان نماینده سنندج و عبدالصاحب صفایی نماینده ساری که از مخالفان مصدق بودند، اینها برگزیده شده بودند، اینها رفتن کنار و در این کمیسیون مکی و موسوی زاده نمایندگان مجلس در کمیسیون چاپ اسکناس شدند. پیش از اون کمیسیون اسکناس کی بوده و این گزارش چاپ به غیر قانونی اسکناس از کجا در آمده؟ دو نفری که پیش از مکی و موسوی زاده نماینده مجلس در کمیسیون بودند، آقای ناصر قلی اردلان نماینده سنندج و عبدالصاحب صفایی نماینده ساری و از شمار مخالفان مصدق هستند. هیچ کدوم از اینها نیامدن گزارش بدن که ما به طور غیرقانونی اسکناس چاپ کردیم. بر پایه مسببه‌ای که از دوران رزمارا وجود داشته به طور طبیعی اسکناس چاپ میکردند. حالا این اسکناس چاپ شده ها درست بوده یا نادرست بوده، این دروغ تاریخی که به طور غیرقانونی رفتند و اسکناس چاپ کردند، یعنی در زیر زمین خانه ایشان رفتن اسکناس چاپ کردند، آخه چرا باید این حرف رو با مردم در میان بگذارید؟ بگذاریم که در 18 تیر ماه 1332 مجلس نشست رسمی داشته، رأی داده. اگه مجلس میخواسته مصدق رو استیضاح کنه، آقای تقی‌زاده و آقایان دیگری که میگویید که مصدق جلوگیری میکرد از تشکیل مجلس، 18 تیر ماه چرا مصدق رو استیضاح نکردند؟ مجلسی که تصویب کرده، رأی داشته، حد نصاب داشته که دو نفر رو، آقای مکی رو که در این زمان مخالف آشکار مصدق بوده، به کمیسیون اسکناس بفرستد و مکی گفته من میروم به کمیسیون اسکناس که بفهمم آیا اسکناس بیرون از بودجه چاپ شده یا نه، همون مجلس میتوانسته مصدق رو استیضاح کنه. چرا نکرده؟ چون رأی نداشتن. نه اینکه مصدق مجلس رو از رأی میانداخته برای جلوگیری از استیضاح. 18 تیر ماه نشست مجلس تشکیل شده و دو نفر رو انتخاب کرده. و جالب اینجاست که افسانه چاپ غیرقانونی اسکناس رو در ستاد CIA در از ژانویه 1953 ساختند. این رو گزارش ویلبر نشان میدهد. ویلبر در گزارش میگوید یکی از کارهایی که ما انجام دادیم و دیگران همین رو گفتند، این است که شایع کنیم در ایران که مصدق دارد اسکناس چاپ میکند. و این رو CIA با کمک اینتلیجنس سرویس در ایران روان کردند، رواج دادند و امروز از زبان و دهان کسانی بیرون می آید که شستشوی تاریخ می کنند. نویسنده‌ای که من در کتاب سوداگری با تاریخ به ایشون پرداختم و یک دروغ پرداز اساسی و پر از کارهای ویژه خودشون هستند، و اینک هم آقای تقی‌زاده که اصلا من ایشان رو در اونجا قرار نمیدهم. ولی آقای تقی‌زاده چرا حرفی رو که ساخته و پرداخته دستگاه CIA بوده برای ناتوان کردن مصدق، شما امروز به عنوان سند منتشر میکنید، رواج میدهید؟ تصمیم گرفته CIA به عنوان بخشی از کارزار تبلیغاتی علیه مصدق که بگوین اسکناس در ایران غیرقانونی چاپ میشود، مصدق اسکناس غیرقانونی چاپ میکنه. سندی، برگی در دست نیست، یک خط در دست نیست که مصدق اسکناس غیرقانونی چاپ میکرده. من شما رو میطلبم که در این زمینه سندی نشان بدهید که یک اسکناس غیرقانونی در ایران به چاپ رسیده. این تبلیغات سازمان یافته CIA بوده، تبلیغات شده و این رو عده‌ای پذیرفتن، به عنوان سند منتشر کردن. به پایان برنامه رسیدیم. من این برنامه رو هفته‌های آینده همچنان ادامه خواهم داد. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش.